چطوری مچ خوش اومدید به گیم پلی فوق خفن از یه بازی که مطمئنم همتون عاشقش میشید این بازی یه ترکیب فوق از بازی استریمر لایف اینترنت کافه و تمام بازیایی که شما تو این چنل خیلی دوستشون داشتید اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره بدون معطلی بریم سراغ بازی اول اولش میخواد بهمون یاد بده که اصلا داستان بازی چی هست این جا داره بهمون میگه که اگه ایکس رو بزنیم میتونی ببینی که کدوم آیتما رو چه حرکتهایی میتونی باهاشون انجام بدی اگه هم دوباره ایکس رو بزنیم میتونی نبینی که کدوم آیتما رو چیکار باهاشون داری انجام میدی الان میگه که تیبل رو وردار اوکی حالا من ایکس رو میزنم که اینا از هم دیگه تفکیک بشن فعلا هم برای شروع محیط بازیمون تو یه مربع یک در یکه که فقط قراره بهمون یاد بده که چه کارهایی باید انجام بدیم और oh, or... میتونیم آبجکت ها رو ورداریم و با F بذاریم سر جاشون یه محیط محدودی هم میتونیم رفت و آمد کنیم من احساس میکنم یه ذره جای این میزه رو بد گذاشتم به خاطر اینکه این سمتش نمیتونیم حرکت کنیم یکم میبرمش وسط تر که جامون اوکی تر باشه الان من این میز رو میخوام بذارم سر جاش چرا نمیشه داداش همینجا میذارم حالا اوکیه پس که بعدی برداشتن و ستاپ کردن مانیتوره مانیتورم در جهت درست میذاریم روی میز همه چی باید کاملا اصولی باشه میشه و نه تسکا انجام نمیشن اینم از مانیتور ابجکت بعدی که بعد ورداریم میگه کیبورده اوکی کیبوردم ور میدارم میذارم جلوی همین مانیتور یه ذره احساس میکنم مانیتور کجه و بعدی موس این هم موس در جهت درستش موس چرخیده نمیدونم چرا تو همه بازی ها باید اینا اولش اشتباه باشن حالا میگه که کیس رو بذار زیر میز یعنی فرقی که با بقیه بازی ها داره اینه که کیس رو روی میز نباید بذاریم به خاطر اینکه بعدا کیس رو روشنش هم باید بکنیم من جهتش رو کاملا درست میذارم که دکمه پاور رو ببینیم و آبجکت فکر میکنم آخر که صندلیه سندلی هم میذاریم اینجا جاشو خودش درست میکنه حالا میگه که کیس رو روشن کن فقط یه باگ خیلی شدیدی که داره اونم به خاطر اینکه بازی نسخه الی اکسس و تکمیل نشده شه همون اول که گیمو باز میکنی خودش توضیح میده که بازی باگای زیادی ممکنه داشته باشه اگه پیشنهادی دارید حتما به ما بگید که تو بازی اعمال کنی وقتی که کراچ میکنی یا میشینی یه زوم عجیب غریبی میکنه که من علتش اصلا نمیفهمم چرا با نشستن باید زوم بشه از این قسمت ها باید کیس رو ما بتونیم بزنیم اینجا ذره تغییر میکنه و کیس روشن میشه حالا میگه که میری لول بعدی الان باید یه دونه کیس رو اسمبل کنیم یعنی بجز چیدمان میز مثل اینترنت کافه خریدن قطعات مثل استریمن لایف هزار تا کار مختلف دیگه هم در آینده تو این بازی باید انجام بدیم البته در آینده هم همچین خیلی نه تو همین الی اکسسش هم که هستیم کلی حرکت میتونیم بزنیم حالا باید این کیس رو اسمبل کنیم اول میگه که رم بزار روی مادربرد اوکی البته اون رم نبود کارت گرافیک بود رم این یکیه ولی اشکالی نداره اونم باید بذاریم بعدی سی که میذاریمش اینجا سر جاش یه ذره جایگذاری ها سخته حالا میگه که آچار رو وردار با آچار برو سراغ فن و بذار سر جاش و پیچش رو محکم کن اوکی ولی چقدر سخت آها الان تازه درست شد حالا با همین آچار باید کاور رو ورداریم یه ذره بیاریمش این طرف در. البته آرو که بزنی میشه کابلرم ورداشت اینم میندازیمش رو زمین الان حالا میگه که با همین آچاری که دستته اینو ببر پیچش کنین تو اوکی اینم کامل کامل شد حالا نوبت پاوره پاور جاش اینجاست دیگه این بالا دقیقا البته چیزی که من یادم میاد کیس قدیمی پاورشون بالا بود کیس جدید همه پاورشون دیگه اومده پایین نمیدونم این چرا هنوز بالا شاید اینم کیسش خیلی قدیمی باشه و آبجکت بعدی که HDD یا همون هارد مونه اینم میبندیمش اینجا و میریم سراغ مرحله بعدی یکی برو سراغ پروسسور اوکی یکو بزن و موبایلتو در بیار الان باید انگار یه عکس از این بگیریم در زوم 3x اوکی مثل اینکه میخواد آگهی کنه برای فروش حالا میگه که از اینجا بیا بیرون برو تو آی بی اپ و اینو آگهیش کن الان تو سیلز باید پلیسن ادو بزنیم یه دونه عکس انتخاب کنیم که همین عکسی که گرفتیم چه عکس با کیفیتی هم گرفتم دیگه برحال با گوشی 12 پرو مکس داریم عکس میگیریم دیگه قیمتش گذاشته 58 دلار نمیدونم برای چی اینو میخواد بفروشه سلامت و همه چیه مادر داره اینجا بهمون نشون میده تقریبا 60 دلار آگهیش میکنیم برای فروش و گوشی رو میبندیم میریم سراغ مرحله بعدی حالا من این آچاره رو داداش لازم ندارم اینو میشه بندازیش یه گوشه ولش کنی آها بالاخره نمیدونم با چه حرکتی ولی از دستم افتاد الان باید ماشین رو ورداریم صاف بذاریم یه جایی که جا میشه مثلا جهتش رو بخوام درست بذارم اینجوری حالا میگه که در ماشین رو باز کن اوکی این در ماشین و پروداکت رو بذار توی یخچال به جز کارهای کامپیوتری اجاره دادن سیستم و این داستان ها ما یه دونه ماشین هم داریم که مردم میتونن بیان ازش خرید کنن اینو باید بذاریم این تو کارمون فکر میکنم تموم میشه درش هم ببندیم البته حالا میریم توی گیم اصلی خب آقا اینجا اون اتاق یا اون مغازه یه که قرار کارمون رو از شروع کنیم خیلی شبیه همون اتاق اول اینترنت کافه است ولی با یه سری اختلافات که خیلی ترکیده تره و در اون پروژه مثل که اصلا باز نمیشه هیچ کاری باهاش نمیشه کرد یه دونه چراغ هم اینجا داریم که روشن خاموش نمیشه اصلا و محیط بیرون بازی آقا اگه تا اینجا با این بازی حال کردین حتما حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری پیشنهاد بده از نگاهی بندازیم ببینیم اینجا چه خبره یه دونه از این بارکشا داریم که واسه میشه پشت ماشینمون به احتمال زیاد اینم ماشین خودمونه و رانندگی میتونیم بکنیم حتی قطعات ماشین هم اینجا اسمبل میشن یعنی چیزهای مختلف داره روغن موتور آب رادیاتور و باتری ماشین که این تو بود اینو باید بذاریم سر جاش بیایم قشنگ وصلش کنیم همین جایی که الان هست حالا آچار اینا مثل که الان لازم نداشت دیگه فعلا حالا در کاپوتو ببندیم یه استارت بزنیم ببینیم چی جوریه؟ تو صندوق چیزایی هست یه دونه جک هست به احتمال زیاد برای تعمیر لاستیکا فکر می‌کنم که لاستیک ماشینم میترکه یه سر بریم تو ماشین ببینیم داستان چی جوریه؟ یه دکمه عجیب غریبی رو به من گفته بود بزن وقتی که میری پشت فرمون ماشین که بتونی رانندگی کنی من این دکمه رو تغییر دادم به دکمه L وقتی که ال بزنیم کامل یه ست میشه پشت فرمون از اینجا میتونیم ماشین رو استارت بزنیم چراغای ماشین از اینجا خاموش روشن میشه ولی فعلا ما با ماشین اصلا کاری نداریم پیاده میشیم فقط میخواستم بهتون نشون بدم که چه حرکت های خفنی تو این بازی کلا میشه زد برگردیم بریم تو اینجا ببینیم چه کارایی میشه انجام داد کار اولی که باید بکنیم که برداشتن و گذاشتن در جای درست میزه البته یه ذره اینجا کلا به هم ریخته است الان داره به هم میگه که اگه میخوای رنگ اینجا بره بالا سعی کن از میزای تر و تمیز و خوشگل و کامپیوتر قوی استفاده کنی ولی داداش من الان متاسفانه هیچی اینجا ندارم داری میبینی که خودت تو چه وضعیت سختی هستم الکی الکی کاور اینم در آوردیم نمیدونم چجوری اصلا اینو میشه دوباره گذاشت سر جاش ببین همینجوری آدم میاد میره ما چون هیچی نداریم حرکتی نمیتونیم بزنیم الان من این کاور رو میشه بذارم سر جاش یه یا با آچار شاید بعد این کارو انجام بدیم حالا این خیلی مهم نیست من اول از همه میخواستم جای میز رو درست بذارم ترجیح هم, اینه که به خاطر اینکه نمیدونم بعدا چه اتفاقی قراره برای این دره بیفته باز میشه یا نه یه جایی بذارم میزو که مطمئن باشه مثلا همینجا اگه جهتش الان درست باشه کاملا جهت درست خب میزو که گذاشتیم میریم سراغ مانیتور ستاپ کردنش که خوراکمون اصلا از بچگی ما همین کارا رو داشتیم انجام میدادیم تو این چنل میریم ام. سراغ کیس کیس رو باید دوباره در جهت کاملا درست بذاریم زیر میز تیکش خورد اینجا همونطوری که میبینید و بقیه وسایلش کو الان دیگه چی نداریم آها موس و کیبورد هم این گوشه است موس هم میاریم میذاریم اینجا جهتش رو درست میکنیم این هم, هم موس اینم از آخرین چیزی که دیگه داریم فکر کنم نمیدونم این صندلی این سیستم است مثلا چقدر مسخره و بد خیلی افتضاح واقعا اگه مشتری بخواد بیاد روی اون سیستم بشینه من باشم که نمیام هیچ اینجا کاری انجام بدم خب اینم از این هدفون هم که اصلا نداریم الان فقط صندلیش مونده که صد در صد همین باید باشه دیگه اینم میذاریم اینجا ببینیم درست میشه یا نه چیک صندلی نخورد نمیدونم واقعا این صندلی الان یا مسخره بازی داری در دار میاری یه جورایی من فکر کنم این صندلی نیست اصلا یه پلس که واقعا نمیفهمم اینجا به چه دردی میخوره صندلی یکیه یه دونه چهارپایه هم میذاریم اینجا و سیستم اولمون اوکی میشه الان باید با یه حرکت سامورایی فکر میکنم که کیس رو روشن کنم به احتمال زیاد ولی هر چی که نگاه میکنم دکمه پاورش کار نمیکنه فعلا الان همه چی اوکی اوکیه و باید سیستم روشن بشه اینجا لحظه اومد. آقا سیستم اول رانه هر کی که دوست داره میتونه بیاد ازش استفاده کنه اینجا هم یه چارو دارم که نمیدونم آشخالا رو باید تمیز کنیم یا چیزهای دیگه مشتری اولمون اومد خیلی شیک صندلیو میکشه عقب بلند شد رفت چرا چی شد دادش با چه حال نکردی؟ خب حالا تا ما بفهمیم اینا میخوان از چی استفاده کنن و مرگشون چیه اینجا البته که سیستم فوق العاده سیستم ضعیف و ناکارآمدیه من این کیبوردرم از درست سر میذارم سر جا شاید جای این درست نبود حال نکرد یا مشکل این کاور کیسه که بازه من دقیقا نمیدونم اینو من چرا درشو بردم و چجوری میتونم دوباره ببندمش الان شما یه لحظه بشین من ببینم چیکار میکنی اینم دوباره سری بلند شد رفت و کیورد و هول داد عقب مثل اینکه جای مانیتور و کیبورد خیلی میزون نیست برای اینا حالا الان یه چیز دیگه هم ما اینجا داریم این دستگاه هم نذاشتم درست سر جاش البته که اصلا هیچ آبجکتی هم نداریم که بذاریم اون تو برای فروش ولی حالا روخ اینجا زر ترطمی سر میشه دیگه اینجا هم یه دونه چوب لباسی هست اگه مشتری وارد شد و گرمش بود میتونه این استفاده کنه داداش تو بیا بشین مشکل این چیه بیا من بگو اون هیچی توش نیست حالا. چه استفاده ای نمیتونی از اون بکنی برو از سیستمی یه استفاده ای بکن شایدم هم باید توی گوشی چیزایی رو چک کنیم ببینیم چه خبره مثلا آن جای اون درست نبود بذار ببینم چی داری نگاه میکنی الان فقط عکس این همه پول میخوای بدی اینجا فقط عکس تماشا کنی خیلی افتضاحی که به نظرم خب تا این مشتریه میاد کارا رو انجام بده ما این نگاهی تو گوشی بندازیم ببینیم چه خبره عکس رو که نگاه کنیم که هیچ عکسی نگرفتیم ولتمون هم مثلا باز نمیشه و هیچ کاری نمیشه باش کرد هم همینطور آی بی هم چیزی برای آگهی کردن نداریم مای یه دونه سیستم آنلاک دارم که میتونم یارو رو بلند کنم داره نشون میده که چقدر تا اینجا بهم این پول داده و سرجم چقدر به من پول میده این یه دونه برای یک ساعت اجاره کرده این مشتری و به ازای استفاده از اون یک ساعتش هفت دلار قراره که به من پول بده بدی نیست یه دونه مپ هم داریم که من خیلی خوشحال شدم که این مپ رو داریم اینجا به خاطر اینکه رانندگی واقعا بدون این مپ بدبختی خب آقا اونجوری که نقشه داره بهم نشون میده پشت خونه من الان یه مغازه هست الان شما پول دادی داداش پول اومد تو حساب من چیکار کردی ما نیدیم کسی پول بده و لاشخوری نکنیم به پیچی بری اینجوری خب اینو که تقریبا دیدیم چه جوریه چجوری سیستما کار میکنن چه میشه اجاره داد به احتمال زیاد بعدن اونجا رو خیلی بزرگترش هم میتونیم بکنیم و فروشگاه رو ببین ببین چه چیزای خفنی برای خرید و فروش هست مادربردای گیگابیتا با قیمت های مختلف از 48 دلار تا 360 دلار من مثلا الان نمیدونم چقدر پول دارم هنوز نتونستم ولتمو چک کنم ولی فوق العاده چیزای خفنی توی بازی هست یعنی دست و بالمون کاملا باز باز و هر کاری که دلمون بخواد میتونیم توی این بازی انجام بدیم بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که از این گیم پلی خوشتون اومده باشه اگه دوست داشتید که این بازی فوق العاده خفن رو ادامه بدم و ویدیوهای بیشتری ازش واسهتون درست کنم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره چند تا کامنت انگلیسی هم لطفا بذارید که ویو لایکتون نپره خیلی مراقب خودتون باشید خدا حافظ